سلام به همراهان گرامی مخاطب خاص همراه ما باشیم با بیوگرافی سهر دولت شاهی همسر همایون شجریان سهر دولت شاهی بازیگر خوب کشورمون متولد 16 مهر 58 تو تهرانه تحصیلات سهر لیسانس رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره و لیسانس مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه آزاده. از همون سن کمش کارت مربیگری و نجات غریق داشته و تو خیلی از مسابقات مادرش همراهیش میکرده. اون اول تو رشته مهندس شیمی مشغول به تحصیل میشه تا اینکه بعدش از این رشته انصراف میده. مادر سهر خانم خانم فرشته عدله که نایب رئیس فدراسیون شنا بوده و پدرشون فضلی دولت شاهی که مهندس مکانیکه و یه شرکت ماشینالات داره و تو تورهای دوچرخ سواری تو ایران و خارج از کشورم فعالیت داره. سهر یه برادر به اسم روزبه و یه خواهر به اسم نسیم داره. روزبه دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی و فوق لیسانس محاسبات تو کاناداست. و نسیم خواهرش دانش آموخته دانشگاه تهران و دکترای باستان شناسی تو برلین داره. سهر فعالیت خودش رو از اواخر دهه هفتاد با تئاترهای دانشجویی کارش رو شروع میکنه و بعدش با بازی تو سریال مسافران که ساخته رامود جوان بود مشهور میشه. پدر سهر با اینکه مهندس مکانیک بوده و بیشترم تو عرصه‌های ورزشی فعال بوده اما از علاقه‌مندای معروف تئاتر بوده و دخترش سهر رو از همون دوران بچگی به تماشای نمایش‌های تئاتر می‌برده و همینم شاید باعث شده که تا سهر از هشت سالگی به تئاتر و بازیگری علاقه بشه از دوره نوجوانیم مرتب تو کانون پرورشی کودکان و نوجوان می‌رفت و تئاترای کودک و نوجوان بازی می‌کرد بعد تمام شدن تحصیلات ابتدایی متوسطه خودش اولش تو رشته مهندسی شیمی تو دانشگاه قبول میشه اما چون علاقه به نوشتن و هنر داشته از ادامه تحصیلش انصراف میده و بعد تو رشته یه مترجمی فرانسه و ادبیات نمایشی ادامه تحصیل میکنه اگرچه اولش خواب تلاش داشته تا تو زمینه نویسندگی پیشرفت بکنه اما از همون اول جذب گروه های تئاتر دانشجویی میشه و از سال 79 به بازیگری تو عرصه تئاتر میره. اولین بارم با فیلم چهارشنبه سوری اسخر فرهادی سال 84 به دنیای سینما راه پیدا میکنه. و همینطور مجموعه کتاب فروشی خود هودم اولین تجربه بازیگری سهر دولتشاهی تو تلویزیون بوده. تو برنامه تلویزیونی گپ مجری بوده و توی برنامه دیگه با عنوان عقای دیگه آکتور سینما مصاحبه کنندم بوده. راستی میدونستین که خانواده دولتشاهی از نوادگان خاندان قاجاری دولتشاهی هستن؟ سهر تو طول روزم وقتی کاری نداره بیشتر فیلم میبینه یا به موسیقی گوش میده چون عاشق موسیقیه و گاهی اوقات هم ترجمه میکنه. این خانم هنرمند ما تو آثار هنری خیلی زیادی بازی کرده جوایز و افتخارات زیادی هم نصیبش شده. سال 2017 هم ایشون به عنوان داور برای حضور تو جشنواره بین‌المللی فیلم دبی دعوت میشه و یکی از داوران اختتامیه جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا بوده. سهر تا حالا دو بار ازدواج کرده. اولین ازدواج این خانم با رامبد جوان بازیگر و کارگردان تلویزیون و سینما تو تاریخ 27 اسفند 87 بوده. در واقع سهر دولتشایی همسر دوم رامبد جوان بود. و آشنایی این زوج هنری هم از تاعت شکل میگیره و به گفته خود سهر اونا دوستای مشترک زیادی داشتن و دورا همدیگه دور همدیگر هم رو میشناختن و باعث میشه که به ازدواج ختم بشه البته این ازدواج دوم نداشته و سال 93 تو سکوت کامل هم از هم جدا میشن چون که هر دوتاشون معتقد بودن که مردم نباید وارد حریم خصوصی اونا بشن اما بعد طلاق سهر خانم از رامودر جوان شایه ازدواج سهر و همایون شجریان از سال 96 رسانه ای میشه. اما این دوتا چهره هنری به این خبر هیچ واکنشی نشون نمیدن و بعد یه مدتی این خبر داغم فروکش میکنه تا اینکه استاد محمد رضا شجریان فوت میکنه و در اون مراسم بوده یه عکسی منتشر میشه که سهر خانم در ماشین شخصی همایون شجریان حضور داره و این باعث میشه که شایعه بشه که اینا با هم ازدواج کردن سهر دولت شاهی یه سال که تولد همایون شجریان بوده توی این استگرام با انتشار یه پستی به آقای شجریان تبریک میگه و بعدش تو مراسم جشن تولد ایشون هم دیده شده بوده اما سال بعدش دیگه هیچ خبری از ایشون برای تبریک به شجریان صورت نمیگیره و این اتفاق باعث میشه که کاربران فضای مجازی فکر کنن که اینا از هم جدا شدن در حالی که اینطور نبوده و خانم سحر دولت شاهی و آقای همایون شجریان از ماها پیش ترجیح داده بودن که روابط خودشون از فضای مجازی اینستاگرام دور و محدود بکنن و در ادامه حضور این زوج تو مراسم‌های مختلف هنری تو خارج از کشور و بعد تایید همایون شجریان تو مصاحبه که با عادل فردوسی پور داشته مهر تعییدی به ازدواج اونا زده میشه و در حال حاضرم اونا با هم زندگی میکنن. همایون شجریان از ازدواج اول خودش با خانم گیتا خانساری یه دختر به اسم یاسمین داره. آشنایی سحر دولتشاهی و همایون شجریان از کنسرت و یه تئاتر موزیکال تو مرداد سال 96 شروع میشه. این رویدادم تو کاخ سعدآباد تهران برگزار شده بود و بعد از اونم این دوتا تصمیم به ازدواج میگیرن و این رابطه به ازدواج ختم میشه تو تاریخ 17 مهر 1401 پاسپورت سهر دولتشاهی و همسرش همایون بعد برگزاری تور کنسرت تو استرالیا هنگامی که داشتن به کشور وارد می شدن تو فرودگاه امام ضبط میشه. سحر به این اقدام واکنش نشون میده و این موضوع رو مربوط به اختشاشات و شعارای تماشاگران تو کنسرت آقای شجریان میدونه اما چند روز بعد پاسپورتاشون بهشون برگردونده میشه. راستی، از امین فردین سوال کردن که سحر از همایون جدا شده. امین فردینم در جوابشون گفته که شنیدم سحر از همایون بارداره و داره مادر میشه. کی جدا شده که من خبر ندارم؟ و این خبرم توسط سهر و همایون نه تایید شده نه تکذیب و این روزها هنر نمایشون رو تو سریال نمایش خانگی افعی تهران میبینیم هر جایی که هستن انشالله خوشبخت باشن و مرسی که تا آخری ویدیو همراه ما بودین لایک و سابسکرایب به چنل ما فراموش نشه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار